سلام بر روی ماهتون امیدوارم اصر خوبی براتون شروع شده باشه من امروز یه غذای جدید فکر میکنم کنم یه بار من اینو توی رمضان درست کردم براک بهش میگن به ترکی و من از گوشت تازه گوسفندی معمولا استفاده میکنم کنم گورساله رون گورساله و بهشون میدم برام چرخ کنن دوبار برای همچین چیزایی و شایمیمی هم همینطور دوبار ولی اگه بخوام کبه درست کنم یا غذاهایی که با برنجی مثل استانبولی اینا باید یه ذره خشن باشه و من شروع کردم با روغن و دو تا پیاز و یه دونه سیب زمینی و مقداری گوجه قرد کردم و یه مقداری هم سبزیجات مثل گشنیز جهفری و که بوی خوش میده ریحان اینا رو همه با هم بعدن قاتیش کردم خیلی عالی شد گوشتم ریختم توش و من با این که گوشت رو باز میکنه معمولا با اینا که گوشت نباید گلوله گلوله بشه که مزده بره توش و یه مقداری هم من از ادویه هم ادویه همیشه بود سبع بهارات و ادویه ها مثل فلفل سیاه زرجوبه کاری از اینا و یه ذره آخرش اکسترا هم من توش فلفل خشن سیا ریختم بعد یه قاشق پر روب و دو قاشق پنیر پیتزا که مزه عالی بش بده و حتما حتما شما باید از آرد و آب استفاده کنی اینقدر به هم بزنین که آبکی در بیاد من یه ذره نمک همیشه گیرختم توش که مزه بگیره و گوشه هاش قبل از این اینایی که برک حاضری ها ولی اصلا خمیر خوبی نبود من هیچ وقت پیشنهاد نمیدم براتون از این خمیرا خودتون درست کنی خیلی بهتره دیگه اصلا تصمیم گرفتم از این مال ترکا من نخرم هست توی لیدل و هست توی ایکامکسی خمیراش عالیه دیگه آخرین بار من از اینا میخرم توی لایو هم گفتم به مردم که نخرین واقعا بده پولتون میریزین دور خیلی سخت پیچیدنش اگه بلد نباشین حتما باید اطرافش و اول خیسشون کنی چون اینا سری خوش میشه و تیکه تیکه میشن بعد گوشه هاش حتما از اولش با آب و آرده که گفتم از این به مالین گوشه هاش با فرچه که قشنگ بره توی این خمیره وگنه نمیچسبه بعد بار دوم هم سرش که میخوایم ببندین حتما باز بذارین که باز نشه بعد نازک نازک میذارین گوشتشو گوشتش نباید سفت باشه باید یه ذره نرم باشه که بهاتون قشنگ را بیاد اذیت نشین اینه که تازه کار هستین و روغنشو حتما مایتابه را گوشه بذارین که بیاد پایین روغن توش نباشه آبش کاملا رفته باشه بعد خیلی باید باهاش آروم کار کنید چون این خمیرای ذره میم سخت کار کردن با اینا که وقتی میپیچینش پیچیدن اینا اصلا آسون نیست من که خیلی کار کردم برام سخت بود اصلا برای من آسون نبود و من گفتم دیروز من اینو تو لایف درستش کردم دیشب ولی مزش محشر بود گوشته برای اینکه گوشت تازه و سبزیجاتش هم همینطور بعد من روغن و اندازه ای که لازم بود ریختم مایتابه هم خیلی مهمه مایتابه هاتون نچسبه چون این خمیرش خیلی حساسه میچسبن اینا بعد روغنش باید به با اندازه گرم باشه و با یه سعی کنین با یه کفکیر اینا را بذارین توش هم جوری نندازین شاید باز بشه با هاتون من یه دونشو میخواست باز بشه ولی خیلی سعی کردم که باز واقعا بازم نشدن مزهشون خیلی عالی بود ولی خمیره اصلا برای آخرین بارم میگم میگم خیلی خمیرش بد بود میتونین اینا را شما و آتشش مال گازتون نباید زیاد باشه میتونین تو فر بذاریم میتونی تو هواپز میتونی تو روغن سرخ کنی و با سبزی یا سالات بخورینش نوش جونتون و سلامتی دل خوش برای همتون آرزو میکنم مثل همیشه از من حمایت کنین ممنونم از تک تک اینایی که